با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز کانال جدید. طبق وعده‌ای که داده بودیم، فرصتی پیش اومد تا در کنار عبدالله اسدی، دبیر فدراسیون سراسری پناهندگان باشیم. برای عزیزانی که تازه در این برنامه به جمع ما پیوستن، باید این توضیح رو بدم که به دلیل تماس‌های بیشمار شما با فدراسیون سراسری پناهندگان، برنامه‌ای رو به صورت هفتگی برای شما تهیه می‌کنیم تا در این مورد پاسخگوی سوالات و موارد پناهجویی باشیم. در برنامه قبل در مورد قانون دابلین صحبت کردیم و موارد مربوط به اون رو به بحث گذاشتیم. در این برنامه ضمن خوش آمدگویی به آقای اسدی، میخوام که اولین سوالم رو از ایشون بپرسم. آقای اسدی، ما دفعه پیش همونطور که شما هم میدونید در مورد قانون دابلین صحبت کردیم و به اینجا رسیدیم که پناهجو خودش رو به کشور مورد نظرش رسونده و الان خودش رو میخواد معرفی کنه، حالا به اداره مهاجرت یا به UN. توی این مسئله باید چه اطلاعاتی رو داشته باشه و چه مواردی رو باید رعایت کنه؟ من هم به شما و بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. خب من برنامه های دیگری در این مورد توضیح دادیم، ولی مثل این که مثلا دیده نمیشه یا به هر حال در دسترس عموم قرار نمیگیره، یا به هر حال اون کسایی که دنبال اطلاعات پناهندگی هستن، خب همه اون کسایی که دنبال اطلاعات پناهندگی هستن نمیتونن دسترسی به این پیدا بکنن، یا امکانات نیست یا پیدا نمیکنن یا هر چی. ولی به هر حال اون کسی که امروز میاد پناهنده میشه باید دارای اطلاعات کافی باشه برای درخواست پناهندگیش. روز اول که معمولا وارد اداره مهاجرت میشه چیزای کلی ازش میپرسن، یعنی ازش میپرسن که کجایی هستی، از چه مسیری اومدی، کی رسیدی به اینجا، مثلا این چیزا رو میپرسن. بعدش هم از مدارکش میپرسن، برابر اول چه مدارکی با خودش داری. بعد خیلی کوتاه میپرسن که دلیل پناهندگی چیه، اینو خیلی کوتاه اینو باید توضیح بده که دلیلش چیه. درسته. و اینا پروتکل میشه، یعنی پروتکل میشه که بعد در اختیار وکیلش هم قرار میگیره. به هر حال سوالات دیگری که در این زمینه هست در مورد خانواده‌شه یا پیشینه خانواده‌ش و خودش. به هر حال ازش میپرسن کجا به دنیا اومدی، چه مدرسی درس خوندی، چقدر درس خوندی، اینا میپرسن. پدرش الان در قید حیات، مادرش، برادرش، خواهرش، تمام اعضای خانوادهشو میپرسن، اینجوری سوال میکنن که ببینن طرف مثلا کی هست، کاملا شناخته شده بشه براشون. این براشون مهمه در درجه اول. بعد براشون مهمه مثلا از چه میدونم قوم و ملیت و فلانی هست توی ایران، اینا میپرسن، همه اینا رو باید جواب بدید. و چه مذهبی معمولا میپرسن، تعلق داری، اینا میپرسن. خب اینا چیزای ابتدایی هست. درست. این پرونده به هر حال اونجا خاتمه پیدا میکنه، آدرسش رو بعد معلوم بکنه، توی کم زندگی میکنه یا مثلا میره پیش کسی دیگه، اخوامش، فامیلش، اینا هست. بعد اینا رو روشن کنه برای روز اول، و وکیلش هم روز اول بعد مشخص باشه. درست. این کاریه که به هر حال در همون ساعت اولیه روزی که خودشو معرفی میکنه به هر حال صورت میگیره. تاریخ مصاحبه براش میذارن برای مثلا 2 ماه آینده یا 1 ماه آینده. اینا زیاد مشخص نمیشه به خاطر اینکه توی ادارات امور پناهندگی توی غرب استاندارد خاصی وجود نداره، برای اینکه چند روز طول میکشه تا مصاحبه اصلی بشه. ولی تو ترکیه مثلا خیلی طول میکشه، میره تا 1 سال مثلا، از روز اولی که میاد 8-9 ماه طول میکشه تازه تا مصاحبه اصلی صورت میگیره. میخوام بگم که این طور هست و متقاضیان پناهندگی باید متوجه این باشن. بعد توی مصاحبه اصلی اون موقع هم وکیلش وجود داره، هم کارمند اداره مهاجرت وجود داره.
خب اونجا هست که سوالات اصلی میپرسن، و اینکه این کسی که خودشو معرفی میکنه به عنوان پناهنده آیا دلایل سیاسی داره برای پناهندگیش، آیا دلایل مذهبی داره برای پناهندگیش، دلایل اجتماعی داره برای پناهندگیش، و یا هر دلیل دیگه، یا مثلا هم جنسگرایانی که مثلا در کشورهایی مثل ایران تحویل گرفته نمیشن و یا از ترد میشن و یا جرأت نمیکنن که مثلا تمایلات جنسی خودشون رو بروز بدن، اونا هم دسته های دیگری هم که برحال اونا هست. بعد میپرسن که برحال اون دلائلت برای پناهندگی چی هست، درسته. این هم دلائل دیگه برای پناهندگی هست، یا مثلا قومی هست، از اینا. این هم مجموعه شاخصه پذیرش پناهندگی که گفتم. روز اول مصاحبه هم شروع میشه دیگه، دوباره همون چیزا رو خیلی مختصر میپرسن که روز اول پرسیدن. بعد اون موقع باید توضیح بده که اگر واقعا دلایل سیاسی داره، این دلایل سیاسیش بر چه مبنایی هست. درست. مثلا عضو فعال حزب خاصی بوده در ایران و فعالیتش مثلا علنی شده یا لو رفته مثلا برای دولت، اگه اینطور هست باید توضیح بده خب چه مسئولیتی بهش سپردن در ایران، چه موقعیت داشته تو ایران، چه عرصه رو رهبری میکرده در ایران، چون اونا براشون مهمه. کسی که مثلا پناهنده میشه حتما یه مسئولیتی داره و این مسئولیت باعث میشه که تحت تعقیب دولت قرار بگیره و جونش در خطر قرار بگیره. درست. بعد توضیح بده مثلا از چه سالی با این جریان تماس گرفته و چه کارهایی توی ایران انجام داده، عرصه ای که مثلا مسئولش بوده چی بوده، کسانی که تحت مسئولیت اون بودن الان در چه وضعیتی هستن، آیا تعدادی هم در میان اونا مثلا جونشون به خطر افتاده، متواری شدن یا در ایران هستن یا مثلا زندانی هستن، اونا رو باید توضیح بده کاملا جریان در چه قراری بوده. بلش هم باید توضیح بده که مثلا خودش مثلا چه موقعی تحت تعقیب قرار گرفته و در اثر چه کاری، چه فعالیتی، چگونه مثلا فعالیتش علنی شده. اون نقطه اصلی کیس هستش. درست. که ببینه که واقعا تحت تعقیب بوده یا مثلا داره طرف کلی حرف میزنه و نشون نمیده که یه جایی تحت تعقیب قرار گرفته، و تحت تعقیب به این معنی که فهمیدن این فعال یه حزب سیاسی مثلا، درسته، وابسته به یه جریان سیاسی مثلا مخالف دولت هستش. بله. اینو باید کاملا توضیح بده که ماجرا از چه قرار بوده. درسته. و چه جوری لو رفته، چه کارخونه بوده، چه اداره بوده و اینا. اینا مسائلی هستند که باید توضیح بده. درسته. خب الان شما به صورت مشخص اشاره کردید به دلایل سیاسی که افراد ارائه میدن به اداره مهاجرت. من میخوام اینجا بپرسم که خب آیا این مواردی که گفتید در مورد کیس مذهبی یا دلایل مذهبی که افراد ارائه میدن هم صدق میکنه یا فرق میکنه؟ فرقی نمیکنه. به هر حال شخص، فرد پناهجو، فرد متقاضی پناهندگی هر دلایلی داشته باشه برای پناهندگیش باید ثابت کنه توی مثلا یک جایی فعالیتش رو رفته. درسته. فعالیتش برای رژیم علنی شده و فهمیدن چیکار داره میکنه، و معمولا طبق قانون جرم هست، تحت تعقیب قرار میگیره و بعد بازداشتش میکنن و ممکنه زندان چند سال زندانی بهش بدن. فرقی نمیکنه الا سیاسی باشه، مذهبی باشه، چیز اجتماعی باشه، یا مثلا همجنسگرایانی باشه که معمولا از این چنین کشورهایی فرار میکنن به خاطر محدودیت ها، به خاطر تعصبات، به خاطر اینکه به رسمیت نمیشناسن، همچین گرایش جنسیتی و غیره. اینا اقلیتای جنسی هم هستن، به هر حال توی ایران جایی ندارن، یا اگر وجود دارن به هر حال همیشه هم از طرف خانواده شون هم از طرف دولت تحت فشارن. درست. و اینا نمیتونن
بروز بدن تمایلات جنسی خودشونو. درسته. مثلا میشه این کشوری که من تو الان اینجا زندگی میکنیم، اینجا آزادن میتونن بگن. بله. ولی حتی اینجا هم واقعا در میان خارجی ها بعضا محدودیت خیلی زیادی دارن. درسته. به هر حال اینا مسائلی هستند که آدما توی جامعه مثل ایران فرار میکنن برای اینکه جای دیگه پیدا بکنن، راحت تر از اونجا زندگی بکنن. بله، تحت فشار نباشن، تحت فشار اجتماعی نباشن، فردا دوستاشون مثلا نفهمن که این یه جور دیگه ای هست که ولش کنن، تردش کنن، بی محلی بکنن، بکنن مثلا از جامعه، توی خونه، توی اجتماع، توی نمیدونم سر کلاس و خیلی خیلی از اینا که من ملاقاتشون میکنم همچین شرایطی داشتن و به خاطر همچین شرایطی میان اینجا پناهندگی میگیرن. به هر حال کسی که به طور واقعی گفتم که قومی داره هرچی، بعض باید نشون بده که اگه کسیش قومیه مال کدوم قوم، کدوم ملیت، کدوم جریان، در کجای ایران، بعد چیکاری کرده. مثلا کسی قومی داره، مثلا برای خود مختاری مثلا قومش فعال بوده، روزنامه‌نگاری مثلا محلی بوده، مثلا خیلی چیزایی نوشته مثلا علیه مثلا تحت ستم بودن، مثلا ستم ملی، مبارزه کرده برای رفع ستم ملی، مثلا درسته برای اون مبارزه کرده. خب چه چیزی برای نشون دادن این مبارزش داره؟ درسته. چه چیزی برای لو رفتنش به این عنوان داره، به این دلیل داره؟ اینا رو میپرسن. به هر حال باید اونم روشن کنه که چرا مثلا جونش در خطر بوده. فرض کنیم مثلا کسی هست توی کردستان برای مثلا علی تبعیض و سلم ملی مبارزه میکنه و از طرف دولت مرکزی تحت فشار و اذیت و آزار قرار میگیره و مجبور میشه فرار کنه. درست. خیلی رو ما میبینیم که به همین دلیل از اهواز تا بلوچستان تا چه میدونم مناطق ترک نشین، کرد نشین، آدمایی هستن به این دلیل تحت تعقیب قرار میگیرن و فرار میکنن. و هر حال اینا همشون فرقی نمی کنه. وقتی درخواست پناهندگی بکنن از هر مرجع پناهنده پذیری باید نشون بدن که از طرف دولت مرکزی تحت تعقیب قرار گرفتن و اگر هر کدوم از اینا دستگیر می شدن مورد شکنجه، اذیت و آزار و یا چند سال زندان محکوم می شدن. درسته. آقای اسدی، البته شما به این سوالی که من میخوام الان بپرسم فکر میکنم پاسخ دادید، ولی من میخوام تا حدی برای بینندگان عزیزمون روشن کنم که کیس اجتماعی یا دلایل اجتماعی که پناهنده ها ارائه میدن به اداره مهاجرت شامل چه مواردی میشه و یا اصلا اصولا پناهندگی اجتماعی داده میشه به پناهجو یا نه؟ پناهندگی اجتماعی به این معنی من میفهمم، به هر حال تو جامعه مثل ایران خب من زنای خیلی زیادی رو میبینم به خاطر دلایل اجتماعی میان، یعنی مثلا کشمکش‌های خانوادگی. درسته. یا مثلا ازدواج اجباری بعضن. درسته. در بعضی مناطق ایران وجود داره، به هر حال محدودیت های خاصی وجود داره، سنت های عقب مونده هنوز وجود داره. درسته. و این سنت های عقب مونده مثلا باعث میشه که یه دختری رو از بچگیش از 9 سالگی مثلا به شوهر بدن یا به هر حال به آدمی بدن که ممکنه دو برابر خود سن داره. چه خیلی از اینا میان، اینا اجتماعی هن یه جورایی. درسته. اینا به هر حال پرندگی اجتماعی هن و ولی باید نشون بدن بعد جونشون در خطر بوده. درسته. بعد اگر مثلا تحت فرمان پدرش، برادرش، عموش یا هرچی مثلا نبود و به اون کسی که مثلا میخواست ازدواج نکنه خب میزدنش، میکشتنش، اذیتش میکردن و اجازه انتخاب به میل خودش رو نمیدادن. اینا باید اینا رو بگی من این اجازه رو نداشتم و نمیخواستم به اون کسی که مثلا بابام میخواه مثلا ازدواج بکنم. اینا هم کیسه اجتماعی هن، برحال خیلی ها توی غرب بتونن اینو ثابت بکنن، میتونن اقامت بگیرن. یه بعض دیگری از اینا مثلا ازدواج دیگه که چیزه ازدواج مثلا چیزه پناهندگی اجتماعی، کسی که بالاخره از ایران ازدواج میکنه با یکی که تو کشورهای غربی زندگی میکرده
این پناهندگی اجتماعی مثلا قوت میش میدن، 2 سال وقت داره، 3 سال وقت داره در بعضی از این کشورها، در بعضی خیلی بیشتر، بعد با هم باشن اون 2 سال اون 3 سال تا اینکه اقامت طرف کامل بشه. در این هم یه طریقه دیگه، بچه هایی که مثلا والدینشون تو خارج کشوره و طبق قانون ملحق میشن به خانواده شون، این هم یه پناهندگی اجتماعی بهش میگن. مثلا چه میدونم پدر و مادر کسایی که پدر بچه هاشون مثلا تو قرد زندگی میکنه، تو کشور دیگه زندگی میکنه، اینا میرن میپیوندن، اونم یه جورای پناهندگی اجتماعی به اینا میگن. اگر نه مثلا صرفا به خاطر اینکه وضعیت جامعه از نظر اجتماعی، از نظر اقتصادی مثلا خرابه، به کسی پناهندگی نمیدن. درسته. یا مثلا بیماری، به دلیل بیماری هم پناهندگی میدن به کسی، ولی بیماریش باید مثلا در حدی باشه که نشون بده توی اون کشوری که زندگی میکرده بیماریش قابل پیشگیری نیست یا قابل درمان نیست ولی اونا در درجه اول باید بیان توی این کشور در حج پناهندگی بکنه. یعنی اگه بیمارم باشه توی ایران بخواد بخاطر بیماریش اقامت یک کشوری رو بگیری نمیتونه. درست. باید بیاد تو خاک اون کشوری که مورد نظرشه، اونجا درخواست پناهندگی بکنه. تازه موارد بیماریش کاملا مورد بررسی قرار میگیره اینجا و باید از طریق نظام پزشکی یا دکتر متخصصش تایید بشه که این بیمار در کشور خودش قابل معالجه نیست، قابل پیشگیری نیست، قابل درمان نیست، ولی توی سوئد مثلا هست، ولی توی انگلیس مثلا هست، توی کشورهای اروپایی قابل پیشگیری هست بیماریش. از این طریق هم کسانی هست از درخواست پناهندگی میکنن، به کسانی تعلق میگیره، به کسانی تعلق نمیگیره. کسی که به حال ثابت میکنه بیماریش قابل پیشگیری نیست در ایران، بهش پناهندگی میدن، یعنی به همین راحتی، ولی در این حال به همین سختی هم هست. درسته. چون تمام زیر ذره‌بین قرار میگیره، به هر حال باید مدارک زیادی داشته باشه که نشون بده که واقعا بیماریش در ایران قابل معالجه نیست. خب توی ایران هم مشکلات زیادی هست، بعضی جاها خود طرف باید پول خیلی زیادی داشته باشه تا یه معالجه اساسی در مورد صورت بگیره. درست. خیلی ها به خاطر بیماری چه میدونم قلبی که هنوز پولشون رو به حساب نریختن میمیرن تو اون مملکت، ولی به هر حال اون شرایطی هست در اون مملکت هست. ولی در این حال تحقیقاتی که توی غرب در مورد ایران دارن میگن همون امکانات که در غرب هست در ایران هم هست، منتها دیگه ایران تا غرب با هم قابل مقایسه نیستن. درسته. و اون ارزش انسانی که اینجا وجود داره در ایران وجود نداره. در ایران زمانی ما دیدیم بیماران رو آوردن تو خیابون گذاشتنشون بخاطر اینکه پول نداشتن یا هرچی. بله. میخوام بگم ارزش انسانی در ایران اینقدر نیست، ولی اون ارزش انسانی تو غرب خیلی بالاست و برای اینکه جلوگیری بکنن از مرگ کسی تمام امکاناتی که وجود داشته باشه اختصاص میدن. و از این نظر به هر حال کسانی دیگری هم میتونن درخواست پناهندگی بدن، اینم همون بخش اجتماعی به حساب میاد. درسته. آقای اسدی، ما فرصت زیادی هم نداریم. توی برنامه هایی که شما برای پاسخگویی به پناهجوها میذارید، جلسات مشاوره و یا جلسات گروهی، من خیلی دیدم که این سوال از شما پرسیده میشه که پناهندهی که بعضن جواب رد گرفته و یا حتی پروندهش بسته شده، آیا این امکان براش وجود داره که از طریق ازدواج بتونه اقامت بگیره و به خاک کشورش برنگرده؟ اون میتونه برها از طریق ازدواج اقامت بگیره، منتها شرطش اینه که بر ازدواجشو ثبت بکنه اینجا یا عقد بکنه اینجا، ولی خودش باید برگرده توی ایران و بقیه پروسه اقامت از طریق ازدواجشو از طریق سفارت سوئد در ایران دنبال کنه، ولی نمیتونه چون بخاطر اینکه پروندهش اینجا بسته شده. درسته. و خیلی راحت بهش میگن که تو چون پرونده بسته شده الان اون اجازه رو نداری بدون اینکه برگردی به کشورت اینجا از طریق اقامت ازدواجی بتونی زندگی بکنی. به هر حال این شرایطی هست برای اون کسایی که پروندهشون بسته میشه و نمیتونن مگر اینکه برگردن ایران. معمولا هم برگردن
6 تا 8 ماه طول میکشه تا این پروسه کامل بشه، مصاحبه بشن و برگردن اینجا. اینجا هم که برگرده باید 2 سال تمام با هم باشن. قبل از 2 سال اگه جدایی به وجود بیاد بعضم اقامت طرف لغو بشه. درسته. اون کسی که به هر حال پناهجو بوده و میخواسته از این طریق اقامت بگیره. درسته. به هر حال کار سختیه برای هر کسی، نمیتونه باشه، خیلی ایران نمیتونن برگردن، ولی چون اینا پرونده تلفو بستن و استدلالشون این بوده که تو هیچ مشکلی نداری، دیگه بهش این اجازه رو نمیدن که اینجا از طریق ازدواج بمونه. باید حتما اون سیر رو طی بکنه، یعنی باید برگرده کشور خودش. درسته. متاسفانه فرصت ما به پایان رسیده. حتما به سوالات بیشتری در مورد پناهجویی در برنامه بعدی پاسخ خواهیم داد. سعیمون برای اینه در برنامه‌های هفتگی که برای شما تهیه می‌کنیم این موارد رو جزء به جزء مورد بررسی قرار بدیم. ما منتظر سوالات و یا مسائل شما هستیم. میتونید سوالات خودتون رو از طریق آدرس ایمیلی که در پایین تصویر می‌بینید برای ما بفرستید. امیدوارم که این برنامه به شما کمک زیادی کرده باشه و در برنامه‌های دیگه هم همراه ما باشید. من هم به شما و بینندگان عزیز روزهای خوبی آرزو می‌کنم. ممنون.